پرتاب ماهواره جاسوسی اسرائیل با مأموریت رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آیا تنش بین ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه می شود؟ این سوالمان از یک روزنامه‌نگار در بیت المقدس در 60 دقیقه امشب است. ابهام درباره علت حادثه مرموز در تأسیسات هسته‌ای نتنز 4 روز بعد از واقعه. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه میگوید که بمب‌گذاری کار اسرائیل بود. از مهمانان برنامه میپرسیم که پیامدهای این حادثه چیست و اگر حمله در کار بوده ایران چه گزینه‌هایی پیش رو دارد. همچنین در ادامه برنامه 60 دقیقه صعود بی سابقه شاخص بورس تهران، این رشد چقدر طبیعی و همگام با بازارهای دیگر مثل مسکن، ارز و طلا است. سردرگمی در بازار تلفن همراه ایران، به گفته وزیر ارتباطات ممنوعیت واردات گوشی‌های گرانتر از 300 یورو بازبینی می‌شود. اینا تختای ماست. قبلا ما تو این اتاق 12 نفر زندگی می‌کردیم با این شرایط. و اعتراض به زندان به خاطر چند قرص کدئین یا متادون. شماری از ایرانیان زندانی در ارمنستان اعتصاب قضا کردند و لبهای خود را دوختند. و همچنین خالق موسیقی های بیاد ماندنی سینما انیو موریکونی درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یمانه‌زنی ها درباره حمله اسرائیل به قلب برنامه اتمی ایران تقویت شده. 5 روز پیش حادثه‌ای در تأسیسات غنی‌سازی نتن سالهای زیادی را مطرح کرد. حادثه‌ای که حالا مقام‌های ایران به قابل توجه بودن آن اذعان کردند، به اندازه‌ای که ممکن است در کار سازمان انرژی اتمی ایران وقفه ایجاد کند. حالا نیویورک تایمز از قول منابع گزارش کرده که احتمالاً انفجار به دلیل یک بمب قوی بوده که عوامل اسرائیل در تأسیسات اتمی ایران کار گذاشتند. همزمان اسرائیل یک ماهواره جاسوسی به فضا فرستاده با تمرکز بر خاورمیانه و احتمالاً برای رصد دقیق‌تر فعالیت‌های ایران. ولی چرا جمهوری اسلامی حتی نمی‌تواند بگوید که چه بلایی بر سر مجموعه‌ای با این اهمیت آمده؟ اگر واقعا حمله ای اتفاق افتاده، تهران چه گزینه هایی پیش رو دارد؟ در این باره بحث میکنیم بعد از گزارشی از فیروزه اکبریان. حادثه ای که چند روز پیش اینجا اتفاق افتاد همچنان معماست. حادثه در یکی از ساختمان های مجتمع غنی‌سازی اورانیوم در نتنز، شاید یکی از مهمترین سایت ها. حالا روزنامه نیویورک تایمز مدعی است کمی از گره معما را باز کرده. این روزنامه به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که نامی از او نبرده گفته که اسرائیل در این ساختمان بمب گذاشته بود. این روزنامه همچنین به نقل از یک عضو سپاه پاسداران که نامش را افشا نکرده گفته که عامل حادثه مواد منفجره بوده. تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان حادثه دیده هم احتمال وقوع انفجار در آن را تقویت می‌کند. پیشتر گمان زنی هایی از نقش اسرائیل در این حادثه مطرح شده بود. اسرائیل اما نه تایید کرده نه تکذیب. امروز اسرائیل ماهواره جاسوسی جدیدی به مدار زمین فرستاد. ماهواره ای که به گفته اسرائیل توانایی تهیه تصاویر با کیفیت بالا را دارد. به گفته رسانه های اسرائیلی هدف اصلی آن احتمالاً زیر نظر قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و فعالیت های موشکی ایران است. سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً. سخنان رهبر ایران 2 سال پیش. برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام. 2 روز پس از این حرف ها بود که این مرکز در نتنز افتتاح شد. هدفش برآورده کردن خواسته آیت الله خامنه ای. حالا سخنگوی سازمان انرژی اتمی می گوید این همان جایی است که 4 روز پیش حادثه دید. پیشتر مسئولان از محل حادثه دیده به عنوان یکی از سوله های در دست احداث در محوطه باز سایت نتنز نام بردند. بهروز کمالوندی گفته که ساخت این سوله 7 سال پیش شروع شده بود.
در سال 94، یعنی همان سالی که برجام امضا شد، کار تکمیلش متوقف شد. اما بعد از خروج آمریکا از برجام، از سر گرفته شد و افتتاح شد. چند روز پیش که این مرکز حادثه دید، ابتدا تنها این عکس از آن منتشر شد. همینطور که دارید میبینید. و بعد از آن توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی. سخنانی که شاید او در آن تلاش داشت ماجرا را کم اهمیت نشان دهد. چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت و میتونم بگم به هیچ وجه حتی ما کندی هم نداریم. حالا او خسارت‌های مالی را قابل توجه دانسته و گفته در میان مدت ممکن است باعث کندی یا توقف کار این سازمان شود. به گفته آقای کمالوندی، بخشی از تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق در ساختمان محل حادثه از بین رفته و بخشی دیگر هم خسارت دیده. اپراتور محترم سالن زنجیره‌ها، ایران پارسال گفته بود که سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در این مرکز فعال کرده. سانتریفیوژهایی که گفته می شود راندمانشان 9 برابر سانتریفیوژهای قدیمی است. بنای دستگاه قضایی باید باشه، مسئولی که مسئولیت داشت باید پاسخگو باشه. امروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، خواستار پیگیری موضوع شده. چند روز پیش بیانیه‌ای به دست شماری از روزنامه‌نگاران بی بی سی رسید که در آن گروهی ناشناخته به نام یوزپلنگان وطن مسئولیت این حادثه را به عهده گرفت. بی بی سی البته نمی‌تواند صحت و سقم این ادعا را تایید کند. هنوز ابهام‌های زیادی درباره حادثه نتنز وجود دارد. مسئولان ایرانی می‌گویند علت دقیق را می‌دانند ولی فعلاً قصد ندارند آن را اعلام کنند. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، حادثه پنجشنبه گذشته در مجتمع نتنز را دارای اهمیت راهبردی دانسته و گفته دلیل اعلام نکردن علت آن زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات راهبردی است. مسلم است که این حادثه باعث کند شدن برنامه‌ای می‌شود که اسرائیل مخالف آن است. فیروزه اکبریان، بی بی سی. سث فرانسمن، خبرنگار ارشد امور خاورمیانه روزنامه جروسلم پست از بیت المقدس با ما هستند. آقای فرانسمن نویسنده کتابی هستند به نام پس از داعش، آمریکا، ایران و نبرد بر سر خاورمیانه. آقای فرانسمن، شما چی فکر میکنید؟ کار اسرائیله؟ من فکر میکنم هیچ مدرکی نداریم که نشون بده کار اسرائیل بوده، اما مطالبی در نیویورک تایمز داریم که انگشت اتهام رو به طرف اسرائیل نشانه رفتن و ما به لحاظ سنتی هم میدونیم بحث سایکس نت رو داشتیم که میگفته میشه از طرف اسرائیل بوده. بنابراین کشورهای متعددی به نظر من هستن که مزنونن، میتونه آمریکا باشه یا بعضی کشورها در خاورمیانه و همینطور اسرائیل. از نظر شما مهمترین پیامد این انفجار، صرف نظر از اینکه کی پشتش هست، برای برنامه اتمی ایران چیه؟ تا چه اندازه به این برنامه لطمه خورده؟ اون چه که ما شنیدیم از گزارش‌های عمومی که منتشر شده این هست، اون تأسیساتی که اونجا یک سری سانتریفیوژهای پیشرفته رو داره، جایی هستش که گازی رو تزریق می‌کنه به این سانتریفیوژها و این میتونه چند ماه یا حداکثر یک سال برنامه هسته ایران رو به عقب بندازه و اگه این صحت داره و اگه این نوع خسارتی است که بهش وارد شده، میتونه یه ضربه بزرگی به برنامه هسته ایران باشه. البته اگه اون چه که ما از تصاویر ماهواره‌ای دیدیم به نظر میاد که یک سانحه کوچیکی هست، اون چه که خبرگزاری رسمی ایران هم نشون دادن. بنابراین شاید واقعا اونقدر هم اختلال ایجاد نشده در برنامه هسته ایران. بر همین یه سوال خیلی بزرگی هستش که چی بود در اون تأسیسات، چی خسارت دید و اون خسارت‌ها چقدر قابل تعمیر هستن و اون سانتریفیوژها یا گازهایی که بهشون تزریق میدن چقدر قابل جایگزینیه. شما در مقاله‌ای که در روزنامه جروسلم پست نوشتید گفتید که ممکنه که همین ضربه‌ای که وارد شده باعث بشه که ایران شاید گزینه دیپلماسی رو انتخاب بکنه. اینطور فکر میکنید؟
من فکر میکنم ایران الان در موقعیت بسیار سختی داره. مسائل داخلی خیلی زیادی داره. بحث مکانیزم ماشه هستش در توافق هسته‌ای، میخواد دیگه تحریم تسلیحاتیش منقضی بشه، از چینی‌ها کمک میخواد و گفته که این آتش‌سوزی یک سانحه بوده. اما حالا اگه برگرده بگه که ما مورد حمله قرار بگیریم، اون موقع خودشو مجبور میکنه که واکنش نشون بده. اون موقع سوال‌های زیادی مطرح خواهد شد که اگر مثلا ایران بخواد یک اقدام نظامی بکنه شبیه اون کاری که علیه آمریکا کرد در ماه ژانویه، آیا کاری است که میخواد علیه اسرائیل بکنه؟ فراموش نکنید در ژانویه چه اتفاقی افتاد. ایران موشک زد به طرف پایگاه آمریکایی، ولی بعد اشتباه هواپیمای مسافربری خودش رو ساقط کرد. اون واقعا یک خجالت مایه خجالت بود برای ایران. برای همین ایران باید هر خیلی هوشمندانه فکر کنه که قدم بعدیش چه خواهد بود، و این هم بر اساس این تصمیم و سازوکار خواهد بود که خب اگه ما حمله بکنیم بعدش اتفاقی میفته. در ماه‌های اخیر لحن اسرائیل روز به روز تندتر شده علیه ایران و گزارش‌های زیادی هم هست که به نیروهای همسو با ایران و حتی نیروهای ایرانی در سوریه حمله شده، حتی در عراق حمله شده. چرا اسرائیل در ماه‌های اخیر بیشتر به این سمت حرکت کرده، مبارزه جویی بیشتر یا افزایش تنش؟ بله، من فکر نمی کنم اسرائیل خیلی موضع تهاجمی تر شده. اسرائیل همیشه گفته یک خط قرمزی داره و نمیخواد ایران در سوریه مستقر بشه، ولی واقعا اون اتفاقی که افتاده اینه که حکومت ایران و سپاه پاسداران خیلی تهاجمی تر در داخل سوریه شدن، با به کار گمردن نیروهای تحت حمایت خودشون، فرستادن پهپاد به داخل خاک اسرائیل و غیره. بنابراین اون چه که من فکر می‌کنم یک تنش دو طرفه هستش که به 5 سال پیش برمیگرده، در واقع به 10ها سال پیش برمیگرده در دعوای بین ایران و اسرائیل. اسرائیل میگه که خب نگران انتقال سلاح و تسلیحات به حزب الله لبنان هستش، و برای همین گفته که بیش از 1000 ماموریت هوایی و جنگی رو علیه مواضع حزب الله و نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام داده، و خیلی از اونها در عراق هم همین نیروها اسرائیل رو متهم کردن. آمریکا هم گفته که این اتفاق افتاده، و اگه واقعا اتفاق افتاده از طرف اسرائیل، این نشون میده که تمام تسلیحاتی که به عراق صادر شده از طرف ایران بوده، جایی که واقعا ایران از اون نقطه داره استفاده میکنه برای فرستادن سلاح به سوریه و بعد به لبنان. بنابراین واقعا تنش از طرف ایران هم بوده. هر وقت ایران تصمیم بگیره که نخواد این گونه سلاح‌ها رو به حزب الله لبنان بفرستن یا نیروهای تحت حمایت خودشو در مرز سوریه و اسرائیل به عقب ببره، اون موقع به احتمال زیاد تنش‌ها هم کاهش پیدا خواهند کرد. ممنونم از سید فرانسمن، خبرنگار ارشد امور خاورمیانه، روزنامه جروسلم پست. اما دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل در دانشگاه لاهه از همین شهر با ما هستن، و همینطور یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی. سوال اول از آقای گلریز میپرسم، چرا ایران در اعلام جزئیات موضوع تعلل میکنه؟ درود بر شما بینندگان و مهمان گرامیتون. همونطور که فکر میکنم ژورنالیستی که صحبت میکردیم باهاش مطرح کرد، طبیعتاً اگر ایران بخواد قبول بکنه باید واکنش نشون بده، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در این 2 سال گذشته ما شاهدش بودیم، مثل کشتن قاسم سلیمانی و اتفاقات خیلی کوچکتر که شاید در رسانه ها مطرح نمیشه، مثل مسئله حملات سایبری که حتی این رو رسانه ای نمی کنند. به خاطر همین سعی میکنه ایران فعلا از راهبرد صبر استراتژیک استفاده بکنه. فکر میکنید که دلیلش اینه که خودش رو در موضع ضعف میبینه؟ بیگمان. ببینید، همینطور هست. واقعا شرایط خیلی سختی رو در حال حاضر جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست. ببینید، در این 2 سالی که پرزیدنت ترامپ، آقای دونالد ترامپ از برجام خروج کرده، به جای اینه که امریکا منزوی بشه، قولی که جمهوری اسلامی داده بود، در حال حاضر شاکی پرونده هسته‌ای بر علیه ایران به جای امریکا حتی شده آژانس هسته‌ای سازمان ملل. شاکی پرونده تسلیحاتی که در اصل امریکا میخواد که این تحریم‌ها رو تمدید بکنه، شده اتحادیه اروپا بنا بیانیه‌هایی که دادن بیرون، و همچنین سازمان ملل که میدونید گزارشی داد که مطرح کرد که سال پیش حمله به
تأسیسات نفت عربستان توسط پهپادها و موشک‌های ایرانی بوده. همچنین الان آتش نبرد کینتیک از سوریه اومده در خاک ایران، یعنی در تهران از یک طرف، از اون طرف نزدیکای اصفهان، نطنز، این تسلیحات موشکی که در تهران انجام شد، و همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی هست و این شرایط اصلا به نفع راهبردی رو که دنبال میکرد نیست. آقای عزیزی شما چی فکر میکنید؟ با عرض سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگان گرامی. ببینید، ما اطلاعاتمون فعلا خیلی ناقصه تا بتونیم یه تحلیل جامع و کاملی داشته باشیم. بر اساس چیزهایی که تا الان میدونیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم، یعنی این بحث رو داشته باشیم که چرا فعلا ایران به صورت رسمی قطعی نتایج رو اعلام نمی‌کنه. دلایل متفاوتی داره. حالا من به دو تاش الان اینجا اشاره می‌کنم. یکی اینه که چون کشوری یا گروه مشخصی عهده‌دار نشده بحث نطنز رو، برای همین دلیل نداره که ایران هم الان به صورت رسمی یکی از مقامات رسمی کسی رو متهم کنه. بار حقوقی داره، بار حقوق بین‌الملل داره و اگر اتفاقی در اون کشور بیفته دوباره انگشت اتهام رو به سوی ایران دراز می‌کنند. برای همین نکته‌ای که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که اگر این یک حمله‌ای باشه از طرف یک کشور خارجی یا یک کوورت اکشن باشه، حالا عملیات نفوذی خرابکارانه جاسوسی اگه بخوایم بگیم، در واقع جواب ایران هم باید به صورت یک کوورت اکشن باشه، یک عملیات جاسوسی خرابکارانه نفوذی. و ما قبل از این هم دیدیم حمله های سایبری ایران به زیرساخت‌های عربستان، اسرائیل و حتی خاک خود آمریکا که حالا گزارشاش اومده بود بیرون. نکته بعدی اینه که در مورد این نکته خاصی که حالا گفته شده، در واقع بحث بخش مونتاژ سانتریفیوژهای نفت جدید ایران، من خیلی یاد اون بحث استاتسنت میافتم زمان آقای اوباما، که اون حمله سایبری به تاسیسات ایرانشون حمله بسیار گسترده‌تری بود. این حمله اصلا در مقابل اون حمله چیزی نیستش، اما این نشون میده که ایران در مسیر درستی گام برداشته، هرچند یک سال با تاخیر، اما ایران در مسیر درستی برای بازیابی توانمندی هسته‌ای خودش و همینطور ایجاد دانش جدید در حوزه هسته‌ای دست پیدا کرده. گزارشتون بود که سانتریفیوژهای نفت جدید چه توانایی دارن، چه قابلیت هایی دارن، چقدر از نظر امنیتی، ایمنی، در واقع بهره‌وری در همه زمینه ها به نفع ایران هست و برگ برنده ایران خواهد بود در مذاکرات آتی که حالا در آینده دور یا نزدیک بین ایران و غرب اتفاق خواهد افتاد. چطور ممکنه که تأسیسات هسته‌ای شما مورد حمله قرار بگیره یا منفجر بشه یا چه این اتفاقی براش بیفته و شما برگ برنده دستتون باشه؟ خب بحث همین رو ببینید، ایران الان داره رو حوزه‌ای کار میکنه و اون حوزه مورد هدف قرار گرفته اگر حمله خارجی باشه، حالا بحث خرابکاری یعنی سیستمی نباشه. مشکل اگر حمله باشه به اون نکته، به اون جای حمله شده که ایران رو جلوگیری بکنن از اینکه تست‌های آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی خودش رو روی سانتریفیوژهای نفت جدید کامل بکنه و اونها رو وارد مدار بکنه در آینده. ببینید، همونطور که گفتن تو گزارششون، خبرنگار خودتون گفتن، اگر قبل از امضای برجام و سال 2015 ایران 20,000 سانتریفیوژ نسل اول داشت و باید تو سوله ها اینها رو با هم دیگه مرتب می‌کرد، سیستم می‌کرد تا به اون حد غنی‌سازی برسه، الان با 1500 تا 2000 تا میتونه برسه و شما خودتون می‌بینید که این از نظر اینکه بخواد مخفی‌کاری کنه و مسائل دیگه چقدر به نفع ایران است. حالا نکته اینجا، وقتی این حمله انجام شده، این داره به ایرانی‌ها میگه مثل کاری که با فوردو کردن. فوردو رو چرا ایجاد کردن؟ به خاطر تهدیداتی بود که اسرائیل می‌کرد، چون نطنز و جاهای دیگه از نظر ایمنی و پدافند اونها خیلی قوی نیستن. فوردو رو درست کردن و در واقع سانتریفیوژها و اون غنی‌سازی 20% اینها رو بردن توی فوردو. خب فوردو الان به یک حالتی بعد از برجام در اومده، میدونیم صرفا تحلیل و توسعه، یه حالت در واقع عملیاتی اصلیش رو انجام نمیده، ولی این حرکات ایزایی که روی برنامه هسته ایران میشه اتفاقا عزم نیروهای ایرانی رو جذب میکنه برای اینکه دوباره سایت های هسته ای مثل فوردو بسازن یا فوردو رو به کارایی اولیه خودش قبل از برجام برسن. من یه نکته کوچولو بگم، اونم فاکتور زمانه. این فاکتور نباید در نظر بگیریم. 3 ماه و 4 ماه داریم تا تعلیق تحریم های تسلیحاتی در سازمان ملل و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و میدونیم که وضع آقای ترامپ خیلی مطمئن. ما به موضوع تأثیر انتخابات آمریکا بر فضای فعلی حتما خواهیم پرداخت. ولی آقای گلدیز، شما نظرتون این بود که ایران در بد موقعیتی قرار گرفته. زنجیره ای از حوادث در 6 ماه اخیر اتفاق افتاده. چطور شده که ایران اینقدر در موقعیت آسیب پذیر الان؟ ببینید آقای عزیزی، درست میگن. جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه به سمت بمب هسته‌ای و اسرائیل و آمریکا و همچنین به صورت خاموش، حرکت خاموش با چراغ‌های خاموش، اروپا، حتی من فکر میکنم روسیه و چین
اصلا نمیخواد که جمهوری اسلامی به طرف بمب هسته‌ای حرکت بکنه و هر کاری خواهند کرد به خصوص اسرائیل برای اینی که بخوان این حرکت رو جلوش رو بگیرن. حالا حمله به هر شکلی باشه به قلب پایتخت، یعنی میدونی تأسیسات موشکی ایران در نزدیکی تهران، یا به اصفهان یعنی به نتنز و جاهای دیگه، به گمان من اسرائیل در این کار و همچنین آمریکا و بقیه کشورها اراده کافی رو دارن برای اینکه از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. جمهوری اسلامی در شرایط خیلی سختی، همونجور که عرض کردم خدمتتون، میدونید به جای اینی که امریکا منزوی بشه، الان دنیا از ایران نگران هست. پرونده هسته‌ای طبق گفته آقای عراقچی امروز مطرح کردن که ممکنه در نشست بعدی شورای حکام سازمان ملل پرونده هسته‌ای ایران دیگه از هشدار بره به سمت طرف شورای امنیت. شما خودتون در پاسخ به سوال قبلی از آنچه که بر سر آقای سلیمانی اومد، قاسم سلیمانی اومد، یاد کردید. در این 6 ماه حوادث متعددی رخ داده که هر کدوم در جای خودش، در جایگاه خودش میتونه برای کشور مصیبت باشه. چی شده که جمهوری اسلامی الان در موقعیت آسیب پذیری قرار گرفته که یک روز تأسیسات اتمی منفجر میشه، یک روز در خجیر اون اتفاق میفته، یک روز دیگه هواپیمار خودشون میزنن میفته پایین؟ بله، برای همینه. یعنی واکنشی که نشون دادن اینه که به جای اینه که واکنش به امریکا یا به اسرائیل به جای دیگه نشون بدن، هواپیمای خودی رو میزنن، ناو خودی رو میزنن، یا اینکه پایگاه و پادگان خالی رو با موشک میزنن در عراق. چی شده؟ چیزی که اتفاق افتاده اینه که با خروج آقای ترامپ از برجام، در اصل میدونید چتر امنیتی رو که جمهوری اسلامی کارهایی که الان داره انجام میده و خیلی بیشتر از اون در سوریه، در عراق، در یمن و همچنین در داخل ایران انجام میداد، اینها این چتر کنار رفته و یک نوع نگرانی و ناامنی در ایران مطرح شده، به علاوه فشارهای اقتصادی که وجود داره. و تنها راه حل این هم این هست که به پای میز مذاکره بنشینند و صحبت بکنن با مقامات. حالا میتونن این کار رو انجام بدن با در نظر گرفتن انتخاباتی که در پیش هست، ولی با حمله کردن نمیشه راه حلی رو ارائه داد. آقای عزیزی، چقدر این اتفاقات با انتخابات آمریکا مرتبط است؟ من دو نکته کوچیک بگم. من اصلا نگفتم ایران به سمت بمب هسته‌ای میره. ایران توانمندی هسته‌ای خودش رو داره بالا میبره که در زمینه‌های انرژی، بخش کشاورزی و نیازهایی هست که در NPT تعریف شده و حق مسلم هر کشوریه. من اصلا نگفتم بحث بمب هسته‌ای رو. نکته بعدی هم اینه که دنیا به نظر من بیشتر از آمریکا نگران هست تا ایران. ما شکست‌های دیپلماتیک آمریکا رو داریم می‌بینیم و بحث ایران بحث جزئی هست. بحث کلایمت چنج، تغییرات آب و هوایی، ناتو و بحثی که می‌بینیم در شورای امنیت، در واقع این آمریکا هست که منزوی میشه. من نکته کوچیکی بگم، آقای توماس فریدمن که ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز هستن، ایشون در زمینه ضدیت با ایران و همراهی با لابی اسرائیل و عربستان، در واقع چیزی کمتر از آقای پومپئو و امثال آقای پومپئو ندارن، ایشون یه مقاله تحلیلی در روزنامه نیویورک تایمز نوشتن و گفتن که در واقع ادعا کردن که آقای در واقع پومپئو بدترین وزیر امور خارجه تمام طول تاریخ آمریکا هستش، به خاطر اینکه هیچ گونه موفقیت دیپلماتیک بین‌المللی نداشته و البته دلایل دیگه‌ای که حالا بگذریم. خب حالا چقدر فضای فعلی تحت تاثیر انتخابات آمریکاست؟ بله، ببینید فاکتور زمانی که گفتیم فاکتور بسیار مهمیه. در واقع الان آقای ترامپ در یک موضوعی که نتوانسته است برتری پیدا کنه، به قولش عمل بکنه، حالا بجز بحث در واقع ویروس کرونا وایرس که اومده بود، بجز این رو بزنیم کنار، بحث اقتصادی که دوباره داره حالا در آمریکا شکوفا میشه، اما اگه از این بگذریم، ایشون قول داده بود که از برجام بیرون بیاد تا به یک قرارداد بهتر برسه، بهتر دیل، درسته، که اون بتونه در واقع مسائل منطقه‌ای، مسائل موشکی ایران رو در بر بگیره. ببین الان بیش از 2 ساله که ایشون اومده بیرون و بیش از 3 ساله که تحریم‌ها رو برگردونده و اتفاقی که افتاده اینه که ایران در موضوع هسته‌ای، در موضوع موشکی، در موضوع نظامی، در موضوع منطقه‌ای از زمان سال 2015 قبل از برجام، قبل از اینکه او خارج بشه از واقع برجام سال 2018، دست ایران بازتر و بالاتر دست ایران. من نکته‌ای که می‌خوام بهتون بگم، این نکته خیلی مهمه. آقای ترامپ به خاطر اطلاعات غلطی که بهش رسیده بود، فکر می‌کرد در عرض 6 ماه تا 1 سال با فشار اقتصادی صرف می‌تونه ایران رو تسلیم کنه و ایران پای میز مذاکره بیاره. در حالی که در سیاست خارجی آمریکا 4 در واقع وسیله هست، 4 تا ابزار هست. یکی بحث اکونومی که بحث اقتصادی هست، حالا
تحریم، کمک‌های اقتصادی هست، یکی بحث دیپلماسی هست، یکی بحث میلیتاری هست، واقعا نظامی هست، و یکی بحث همین کوورت اکشن، همین بحثی که الان شروع کردن. شما می‌بینید که چون رسیدن به بحثی که الان قراره در واقع تحریم تسلیحاتی تعلیق بشه، رو آوردن به بحث دیپلماسی، رو آوردن به بحث کوورت اکشن، ولی بسیار دیر شده این زمان. بسیار خب آقای گلریز، فقط 30 ثانیه هر کدوم از آقایون وقت دارید که جمع‌بندی بکنید. دیر شده، کار از کار گذشته، برای کدوم طرف؟ ببینید، وقتی که از قول نیویورک تایمز یک مقام سپاهی میاد به جای اینکه شعارهایی رو که دادن اون رو دنبال بکنه، بلکه میاد در اصل به قول معروف مطرح میکنه که نه، اتفاق نیفتاده و هیچ ربطی به هم نداره اتفاقات در تهران با نطنز، و در اصل میخوان جلوی این که بخوان واکنشی نشون بدن رو بدن بگیرن، نشون دهنده اینه که ایران در حال حاضر در انزوا قرار داره و نه آمریکا. و مسائلی رو هم که مطرح میکنن ایشون در مورد اینی که آقای ترامپ موفق نبوده که به یک میدونید به یک توافق برسه، من فکر میکنم اصلا هدف فعلا این بوده که موفقیت فشارها رو ببینیم ما. و من فکر میکنم این موفقیت مشخصه که به کجا رسید. آقای عزیزی، به نظر من تا زمان انتخابات آمریکا هیچ گونه مذاکره رسمی در واقع جلوی دوربین نباید با دولت ترامپ انجام بشه. حالا مذاکرات پشت صحنه رو کاری نداریم. نکته دوم اینه که مقامات ایران باید، و همینطور که الان هم به نظر من این صبر استراتژیکشون همین رو داره نشون میده، باید سعی کنن موضوع ایران که موضوع نسبتاً بی اهمیتی در نظر افکار عمومی مردم آمریکا هستش رو نذارن تبدیل بشه یک موضوع امنیت ملی. چون وقتی بیاد تو حوزه نشنال سکیوریتی آمریکا، وقت رئیس جمهور این مجوز رو پیدا میکنه که حالا بحثای حمله های نظامی یا در واقع تغییر افکار عمومی آمریکا نسبت به مسائل داخلی رو انجام بده به وسیله ایران، یعنی با بهانه ایران، برای اینکه بتونه روی نتایج انتخابات تاثیر بذاره. ایران تا زمان انتخابات نباید هیچ گونه مذاکره با آمریکا داشته. ممنونم از یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دولتی، و همینطور دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر صلح بین الملل. یک ماه بعد از آغاز به کار مجلس 11 میزان حقوق نمایندگان بار دیگر جنجالی شده. در نمود یک گزارش رسمی درباره میزان دریافتی نمایندگان، یک عضو مجلس گفته مبلغ 231 میلیون تومان به حسابش واریز شده که شامل حقوق نمایندگی، حق مسکن و سایر هزینه ها می شود. بعضی میگویند که این حقوق در مقایسه با درآمد کارمندان و کارگران بسیار زیاد و غیر قابل توجیه است. در مقابل بعضی از نمایندگان گفتند که هزینه هایشان بسیار زیاد است و برای انجام وظایفشان گاهی از جیب هم خرج میکنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته که 200 میلیون تومانی که به نمایندگان بابت تامین مسکن در تهران داده شده وام و تحصیلات بوده و به تدریج از حقوق آنها کاسته خواهد شد. باران عباسی گزارش میدهد. آقای دکتر، آخرش مجلسی ها حقوق نجومی میگیرن نمیگیرن؟ سوالی که بارها از نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس پرسیده شده، از جمله یک سال پیش در این گفتگو با احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم. الان چقدر حقوق میگیرید؟ 8 میلیون و 200 خورده. جز این مبلغ دریافتی دیگه ای نداری؟ چرا، حقوق بازنشستگی سپاه میگیرم. مجلس یا نهادهای زیر مجموعه آن هیچگاه به صورت رسمی و مشخص میزان دریافتی خود را اعلام نکردند. برآورد این مبلغ بسته به گزارش‌های غیر رسمی یا گفته‌های خود نمایندگان بوده. امسال هم با روی کار آمدن مجلس جدید، موضوع شفاف نبودن میزان حقوق نمایندگان بار دیگر مطرح شده. در پاسخ حسین جلالی نماینده رفسنجان گفته به عنوان اولین واریز مبلغ 231 میلیون تومان به حساب نمایندگان ریخته شده. 11 میلیون تومان حقوق ماهیانه، 200 میلیون تومان حق مسکن و 20 میلیون تومان سایر هزینه ها. نگاهی به گزارش های دیگر هم تصویر مشابهی از حقوق نمایندگان به دست می دهد. رسانه های ایران می گویند حقوق ماهیانه نمایندگان امسال 11 میلیون و 600 هزار تومان بوده که نسبت به سال گذشته 20% رشد داشته. علاوه بر این، همه نمایندگان حق اجاره مسکن دریافت می کنند. حتی کسانی که صاحب خانه هستند، آنهایی که در دوره های پیش هم نماینده بودند و آنهایی که ساکن تهرانند. در مجموع هر نماینده‌ای ماهانه بین 32 تا 34 میلیون تومان درآمد دارد.
نظارتی بر چگونگی استفاده از این مبلغ وجود ندارد. اگر نماینده‌ای کمتر از مبلغ دریافتیش خرج کرده باشد، بقیه پول به جیب خودش می رود. بعد اختیارش دست خودتونه که چقدر خرج بکنی. مثلا اگرم مبلغش بمونه تو حساب خودتون، اینا مشکلی نداره. نه مثلا من خودم مثلا دفتر من رهن کردم، پولی که باید اجاره میدن برمیدارم برای خودم. هرچند که بعضی نمایندگان میگویند هزینه هایشان حتی بیشتر از این هایشان است. نمایندگان من مطمئنم حتما از اون حقوق خودشونم بعضن تو هزینه های مختلف میگذارن. از وزارت نفت حقوق بالای 20 میلیون تومان میگیرن. با این حال در سالهای گذشته گزارش‌هایی منتشر شده درباره اینکه درآمد بعضی نمایندگان بسیار بیشتر از این است. گزارش‌هایی که به تلویزیون دولتی ایران هم رسیده، از جمله دو سال پیش اینجا. شمایی که در مجلس نشستی، شمایی که در هیئت رئیسه هستی، دو سه تا خونه همینجوری تصرف کردی نشستی و پسش هم نمیدی، چه جوری می‌خوای درد مردم رو بفهمی؟ جنجال هایی که این تصمیم رو به دنبال داشت. بهارستان روی ریل شفاف سازی. مجلس تصمیم گرفته در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، فیش حقوق نماینده ها را از پایان شهریور ماه در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان قرار بده. برخلاف این گزارش، مجلس هیچگاه روی ریل شفافیت نیفتاد. مانند بسیاری از نهادهای دیگر، مجلس هنوز به سامانه ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ملحق نشده. قانونی که بر اساس آن حقوق همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید ثبت و منتشر شود. حقوق نمایندگان حتی اگر منحصر به مبلغی که خود اعلام کردن باشد، از نگاه بسیاری غیر قابل توجیه است. در کشوری که کارگران برای دریافت حقوقی که ماها عقب افتاده مجبور به اعتراض و تجمع می شوند. حقوقی که پایش حدود 2 میلیون تومان است، بسیار پایین تر از حقوق نمایندگان. از طرفی مبالغ هنگفتی که نامزدهای نمایندگی مجلس برای تبلیغات هزینه می کنند، این گمان زنی را ایجاد کرده که منافع اقتصادی پا گذاشتن به مجلس بسیار بیشتر از آن است که روی فیش حقوقی نمایندگان نوشته می شود. اعضای نهادی تضعیف شده که به گفته منتقدان شاید بعضی هایشان بیشتر از تلاش برای عمل به سوگند نمایندگی در پی مالاندوزی باشند. و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. باران عباسی، بی بی سی. بورس تهران در چند ماه گذشته صعود بی سابقه ای را تجربه کرده. شاخص کل بازار بورس امروز بیش از 80 هزار واحد دیگر رشد کرد و به بیشتر از 1,763,000 واحد رسید. ولی این رشد چقدر همگام با بازارهای دیگه مثل ارز، مسکن و طلا بوده؟ بهرنگ تاجدین گزارش میداد با این یادآوری که برای خرید یا فروش سهام به اطلاعات این گزارش اتکا نکنید و حتما از مشاوران مالی صاحب صلاحیت مشورت بگیرید. بالا، بالا، بالاتر. این روند قیمت سهام شرکت‌ها در بورس تهران در روزها و هفته‌های اخیر بوده و باعث شده بازار پشت سر هم رکورد بشکند. در 6 ماه گذشته شاخص کل بورس تهران تقریباً 5 برابر شده و از حدود 350 هزار واحد به 1,736,000 واحد رسیده. فقط بورس نیست که شاخصش بالا می‌رود. نرخ ارز، قیمت مسکن، خودرو و خیلی چیزهای دیگر هم روند صعودی در پیش گرفتند، ولی نه به اندازه بورس. آمارها نشان می‌دهد در عرض 3 سال گذشته، در حالی که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی تقریباً 2 برابر، هر متر مربع مسکن در تهران کمی بیش از 4 برابر، سکه طلا نزدیک به 8 برابر و نرخ دلار در بازار آزاد حدود 6 برابر شده، شاخص کل بورس تهران بیش از 22 برابر شده. این افزایش سریع قیمت سهام شرکت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که شیوع کرونا در کنار عواملی مانند تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را به رکود کشانده. اقتصادی که پیش‌بینی شده امسال برای 3 سال پیاپی نرخ رشدش منفی باشد. از اردیبهشت امسال که سقف سود سپرده های بانکی به 15% کاهش یافت، بسیاری نگران از اثر منفی تورم بر پسندازشان سرمایه هایشان را روانه بازارهای دیگر کردند.
این در کنار رشد نقدینگی باعث شده سیل پول به سمت بازار سهام ادامه پیدا کند و قیمت‌ها بالا برود. هرچند گرانی سهام باعث افزایش درآمد و سود شرکت‌ها نمی‌شود. سود سالانه شرکت‌های بورس تهران در سال‌های گذشته معمولاً حدود 15% قیمت سهامشان بوده، ولی افزایش شدید قیمت سهام در چند ماه گذشته باعث شده این نسبت افت شدیدی پیدا کند و حالا به حدود 3% کاهش پیدا کرده. رونق بورس احتمالاً خبر خوبی برای دولت است. دولتی که برای تأمین هزینه‌ها و بودجه‌اش امسال روی فروش دارایی‌هایش حساب ویژه‌ای باز کرده. ولی این بازار حالا مأمن سرمایه زندگی میلیون‌ها ایرانی است. بازاری که ریسک صعود و سقوط خصلت ذاتیش است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. سارا بازوبندی، مدیر عامل مؤسسه مشاور ریسک سنجی خاورمیانه از هامبورگ آلمان با ما هستن. خانم بازوبندی، شما بگید که دلیل اصلی اقبال به بورس تا این حد چیه؟ چه اتفاقی داره در بورس میفته؟ ببینید، دلیل اصلیش سردرگمی و درماندگی مردم هست برای اینکه چه راهی پیش رو دارن برای محافظت از سرمایه هاشون، دارایی هاشون. تو پکیج هم همکارانتون اشاره کردن به این قضیه. در شرایطی که دلار داره هنوز گرون میشه، ارزش سرمایه های بانکی سپرده ها داره پایین میاد، کسایی که پولشون به حدی نمیرسیده که به ملک تبدیل کنن دارایشون رو، یا مثلا احساس امنیت نمیکنن یا بخوان طلا بخرن تو خونهشون نگه دارن یا بخوان ارز بخرن تو خونهشون نگه دارن، خب به هر حال اینا هم ریسک های خودش و خطرهای خودش رو داره. برای همین به شدت رو آوردن به بازار سهام، فقط به خاطر اینکه اون مثلا منحنی تورم رو باهاش تقریبا همسو بشن. وقتی نابسامانی اقتصادی پیش میاد در خیلی از کشورها، ما دیدیم که یک دفعه بازار بورس سقوط میکنه. بارها این اتفاق افتاده. در ایران چقدر این احتمالش هست؟ ببینین، من اینطوری بگم، خیلی عامیانه و ساده، آخرش این اتفاق خواهد افتاد. ولی تا کی دولت موفق بشه که این وضعیت را نگه داره، به هر حال بستگی به این داره که چه سازوکارهای برای دور زدن تحریم ها، برای ادامه این وضعیت، برای اداره و مدیریت اوضاع اقتصادی کشور دولت در نظر بگیره. ولی وضعیت پایداری خیلی به نظر نمیرسه، گرچه که خب یک ابزاری هم برای خود بانک مرکزی و برای دولت هست برای اینکه نقدینگی رو یه مقدار جمع کنن و تورم رو از اون شدتی که داره شاید بتونن یه مقدار خیلی اندکی کند کنن رشدش رو. می‌دونیم که ایران با فشارهای اقتصادی زیادی روبروست. در مجموع اینی که پول، نقدینگی توسط دولت در بازار بورس جذب میشه پدیده مثبتیه؟ یعنی یکی از راه‌هایی که دولت باید می‌کرد، یکی از کارهایی که باید می‌کرد؟ نه، این یکی از اون اختراعات دولت جمهوری اسلامی برای مواجهه با بحران اقتصادی در شرایط فعلی با توجه به وضعیت تحریم ها و بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش درآمدهای نفتی و غیره، همونطور که پکیج هم اشاره کردن همکاراتون، یکی از مثلا امیدهای دولت در این دوره این بود که اگر درآمد نفتی نداریم ولی به جاش بتونیم خصوصی سازی کنیم، و حالا شاید به نوعی این هم یک بابی باشه برای اینکه بخوان مردم رو قانع کنن برای اینکه سرمایه هاشون رو به بورس بیارن. یعنی وقتی خصوصی سازی انجام بشه، دارایی های بعدی دولتی بخوان در سهام ارائه بشن، ممکنه بخوادی همچین روشی بخشیدی همچین اتفاقی برای ترغیب و تشویق مردم ازش استفاده بشه. اما در نهایت ببینید، کم کردن نقدینگی کاری در، یعنی مکانیزم طبیعی و کلاسیکش، وظیفه بانک مرکزی هست. بانک مرکزی در همه جای دنیا وقتی که نقدینگی بالا میره، برای کاهش نقدینگی میاد اوراق قرضه صادر میکنه و اونها رو به فروش میرسونه. در ایران بانک مرکزی این امکان رو نداره. سپاسگزارم از سارا بازوبندی، مدیر عامل مؤسسه مشاور ریسک سنجی خاورمیانه در هامبورگ. اول هفته انجمن وارد کنندگان موبایل در ایران گفته بود که واردات گوشی گرانتر از 300 یورو ممنوعه. این انجمن دلیلش رو محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری اعلام کرده بود، ولی امروز وزیر ارتباطات در توییتی تاکید کرد که این تصمیم اشتباه است و باید دوباره بررسی شود. کاوه مشکات گزارش میدن. آیفون پرو ماکس حدود 1000 یورو نمیتونم بخرم. پیکسل 4 حدود 500 یورو اینم نمیتونم بخرم.
آیفون اس ای حدود 150 یورو. اینو میتونم بخرم. گفته شده حداقل تا آخر سال بازار موبایل ایران با گوشی‌های پرچم‌دار خداحافظی می‌کند. اگر هم مسافری هوس کند یک گوشی اپل یا سامسونگ آخرین مدل بخرد، نمی‌تواند آن را ثبت کند. انجمن وارد کنندگان موبایل گفته از این به بعد واردات گوشی‌های موبایل بالای 300 یورو ممنوع است، چرا که بانک مرکزی ارز کمتری برای واردات موبایل اختصاص داده. پارسال ما چیزی حدود 2,400,000,000 یورو ارز در واقع به عنوان ارز وارداتی تخصیص گرفتیم، بازار رو تامین کردیم، با چیزی حدود مثلا 14-15 میلیون دستگاه موبایل رو بردیم که نیاز کشور بود تو سال گذشته. امسال با توجه به محدودیت های ارزی که داریم، دولت به ما گفت که ما چیزی حدود 1.5 میلیارد یورو میتونیم بهتون تخصیص بدیم، یعنی 40% کمتر از اون چیزی که پارسال به ما داده بود. به جلسات متعددی که داشتیم حالا با بانک مرکزی تو اون کمیته در واقع ارزیابی تخصیص ارز و اینا، که در نهایت به این نتیجه رسیدن که بیان این مصوبه رو به صورت موقت اجرا بکنن. حالا محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات ایران گفته که این تصمیم باید دوباره بررسی شود. ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صنعت صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود. اما فروشندگان موبایل به این تصمیم دولت بدبین هستند و می‌گویند که این تصمیم دست شرکت‌های خاص را برای واردات گوشی باز می‌کند. از پارسال، از سال 98 توی اردیبهشت، سیاست دولت به این سمت رفت که واردات گوشی کاملا میفته دست شرکت‌ها و کسایی که به نحوی این رانتو داشتن. واردات و ثبت گوشی بالای 300 یورو ممنوع شده که یه جورایی ما رو یاد همون انحصاری میندازه که توی صنعت خودرو اتفاق افتاده و بنده به شخص آینده روشنی رو برای این قضیه متصور نیستم. پس از انتشار این خبر، قیمت موبایل در بازار ایران به شدت افزایش پیدا کرد. ولی این تصمیم میتواند در بازار گوشی را به روی بعضی از شرکت‌های موبایل خاص باز کند. تأثیر بلند مدتش این خواهد بود که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، یعنی قانون عوض نشه، بازار موبایل ایران عملا باز میشه به روی بازار موبایل های تولید کشور چین. به خاطر اینکه شما اگه بخواید یه تلفن هوشمند داشته باشین که رنج قیمت 100 تا 300 دلار قیمتش باشه و تلفن هوشمندی باشه و حالا بشه ازش استفاده کرد، اینا موبایل چینی هستن، شما نمیتونید سامسونگ یا اپل یا چیز این شکلی رو وارد بکنید. بنابراین بازار موبایل ایران به شکل خودکار میچرخه به سمت اینکه موبایل های چینی وارد ایران بشه. طبیعتا اگه بازار بره به سمت کالاهای کم کیفیت، چه حالا تولید چین چه تولید داخلی، هم در واقع ضریب امنیتی مردم کاهش پیدا میکنه، پایین میاد، مجبور میشن از بازارهای نرم افزارهاشون هم از بازارهایی که امن نیستن تهیه بکنن. موبایل های بالای 300 یورو تنها 15-20% از سهم بازار گوشی ایران هستند و در نتیجه نباید در اولویت واردات قرار بگیرند. این حرفی است که انجمن وارد کنندگان موبایل میزنند. اما اگر یک مسافر از آیفونی 700 یورویی خوشش بیاید و بخواهد آن را بخرد و به ایران ببرد چه؟ یعنی به صورت مسافری هم دیگه نمیتونن بیارن برای رجیستر بکنن. دلیلش چیه؟ اینی که اگه رویه تجاری بسته بشه، خب نباید بهش ترتیبی بیاد دیگه. اگه مسافری باز میذاشتن، خب یه حفره درست میشه برای سوء استفاده قاچاقچی‌ها. خریدار گوشی در صورت اجرای مصوبه ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورویی، دایره انتخاب خریداران محدود می شود و به گفته بعضی از کارشناسان در کیفیت استفاده کاربران از اینترنت هم می تواند اثر منفی بگذارد. کاوه مشکات، بی بی سی. بعد از فروکش آتش‌سوزی های گسترده در ارتفاعات باش، گچساران و نوراباد ممسنی در جنوب غربی ایران، ساعتی پیش خبر رسید که منطقه حفاظت شده خائیز در نزدیکی شهرستان بهبهان هم دستخوش آتش شده. این منطقه ماه پیش هم قربانی یک حریق گسترده شد. سیاوش اردلان در گزارشش میگوید آتش‌سوزی امروز خائیز منطقه تنگ تگاب رو
در بر گرفته که سرشار از تنوع گونه های گیاهی و حیات وحش است و طبق آخرین گزارش ها به سد مارون هم نزدیک شده. امروز 16 تیر ماه 99 دوباره خائز آتش شد این صحنه و صحنه های از آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خائز که هنوز دستخوش حریق نشده بود. اینجا ضلع شمالی خائز است که در نزدیکی منطقه حفاظت شده تنگ تکاب قرار دارد در جنوب غرب ایران. و ما از همه تقاضای کمک داریم که به کمک خائز نگاه کنید. دود چقدر غلیظه، این دود سیاه و غلیظ نشون دهنده اینه که آتش داره از تو خائز داره زیاد پیشروی میکنه. این منطقه یکی از غنی ترین زیستگاه‌های حیات وحش در ایران است. دست کم 1000 رأس کل و بز در اینجا زندگی میکنند، به علاوه آهو و نژادهای مختلف پرندگان. نقطه بالای سد داوطلبان مهار آتش میگویند دامنه حریق حالا به سد مارون هم رسیده، جایی که دارای پوشش درختی متراکم و زیستگاه‌های متراکم‌تر جانوری است. آتش سوزی در منطقه خائز ماه گذشته به لحاظ اهمیت زیست محیطی آن توجه افکار عمومی را با آتش های گسترده در جنگل ها و مراتع زاگرس جلب کرد. مقامات یگانه حفاظت محیط زیست گفتند از وزارت دفاع درخواست بالگرد برای انتقال نیرو دادند، ولی فعلا این فقط شرکت نفت بود که این بالگرد را به منطقه اعزام کرد. بحث تأخیر وزارت دفاع در اعزام بالگرد همیشه یک معضل بزرگی بود که باعث گسترش آتش سوزی ها شده و دلیلش به اختلافات مالی بین وزارت دفاع و سازمان جنگل ها باز می گردد. یا خدا، آتش سوزی امروز در خائز و در نزدیکی تنگ تکاب پس از 2 روز آتش سوزی در ارتفاعات باشت و گچساران و همچنین نوراباد ممسنی در استان فارس رخ می دهد. این آتش سوزی ها مناطق وسیعی از طبیعت اطراف باشت و گچساران و نوراباد ممسنی را نابود کرد، از جمله درخت های کهنسال بلوط که جزء میراث طبیعی ایران هستند. در جریان این آتش سوزی ها یک جوان داوطلب دیگر در نوراباد ممسنی به اسم محمد جواد مختاری به علت سوختگی های شدید جانش را از دست داد. به این ترتیب شمار قربانیان آتش سوزی های زاگرس در یک ماه و نیم اخیر به 6 نفر می رسد. در این مدت بیش از 40,000 هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در استان‌های فارس و کهگیلوی بویراحمد، کرمانشاه و کردستان و خوزستان و ایلام سوختند. مقامات ایران گفتند تنها 1,000 هکتار سوخت. ولی برآوردهای سازمان فضایی ایران نشان داد که ابعاد واقعی خسارت‌ها 40 برابر وسیع‌تر بودند. اینجا که مشاهده می‌کنیم الان ارتفاعات خائزه و کار مهار آتش از صبح امروز در تنگ تکاب آغاز شده، ولی مثل همیشه بدون امکانات و تجهیزات سنگینی که فقط در اختیار نیروهای مسلح است. از این رو داوطلبانی که در منطقه هستند اغلب جز تماشای چنین صحنه‌هایی از سوختن درخت‌های بلوط در این غروب غمگین تنگ تکاب چاره‌ای ندارند. غروب خائز با آتش گرفتن این درخت بلوط چند صد ساله غروب غم انگیزه. هیچ کاری نمیشه کرد. سیاوش اردلان، BBC. بلوط. عده‌ای از ایرانیان در زندان‌های ارمنستان اعتصاب قضا کرده و لب‌های خود را دوختند. مدارکی که به دست BBC فارسی رسیده نشان می‌دهد بعضی از آنها تنها به دلیل داشتن چند قرص کدئین یا یک قرص متادون به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شدند. وزارت دادگستری ارمنستان به BBC فارسی گفته هر کشوری قانون خودش را دارد و روند قضایی در این کشور زمان بر است. جزئیات ماجرا در گزارشی از پرهام قبادی با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است آزاردهنده باشد. تیر ماه 99 هستش که ما روز 15 اعتصاب قضامون رو داریم میگذرونیم. خیلی بچه‌ها ضعیف شدن. صدای زندانی ایرانی در ارمنستان و تصویر بدنهایشان بعد از تحمل 2 هفته اعتصاب قضا. لبهایشان را دوختند تا شاید صدایشان به جایی برسد. جرمشان حمل مواد مخدر، اما همه معتاد نیستند. این وضعیت توالت. مدارک دادگاه برخی از متهمان که به دست BBC فارسی رسیده نشان می‌دهد که ارمنستان احکام بیش از 3 سال زندان برای ایرانی‌هایی صادر کرده که قرص‌های حاوی کدئین یا متادون همراه داشتند. کدئین در ایران و بسیاری از کشورها ماده مخدر محسوب نمی‌شود و به راحتی قابل خرید است. وضعیت سیم‌کشی
اینجا آشپزخونه ماست که یه اجاق برقی داریم. در تماس با وزارت دادگستری ارمنستان پرسیدم آیا این حکم برای چند قرص کدئین یا یک گرم ماریجوانا و امثالان سنگین و ناعادلانه نیست؟ اعتقاد دارم هر کشوری قوانین جزایی خودش رو بر اساس سیاست‌های جزایی خودش تعیین می‌کنه. در کشور ما مجازات شدید برای چنین جرایمی داریم. در قوانین جزایی ما جرایم تقسیم بندی شدند. اگر کسی برای مثال چند گرم ماریجوانا داشته باشه، کارش جابجایی غیرقانونی مواد مخدر محسوب میشه و این فرد مورد مجازات قضایی قرار می‌گیره. دیگه تعاون و تحملش رو نداریم. در ویدیویی که هفته پیش به دست بی بی سی رسید، یکی از کسانی که اعتصاب قضا کرده میگوید که اعتصاب کنندگان وصیت‌نامه‌های خود را به سفارت ایران فرستادند. مسئولین چندین بار اومدن، رفتن، جوابی نداده که نداده. و ما قطع امید کردیم از زندگی. دوستان اینجا وصیت‌نامه نوشتن و به سفارت فرستادن. و امروز دو نفر از بچه‌ها حالشون خیلی بد بود. یه پنجره داریم که کلاً هوا از طریق این پنجره وارده. بسیاری از خانواده‌ها میگویند وقتی به مقامات ایرانی مراجعه می‌کنند جواب سربالا می‌شنوند. این صدای خواهر یکی از زندانی‌هاست که نتیجه پیگیری‌هایش در ایران را به برادرش گزارش می‌دهد. از وضعیت اعتصاب در اومدی؟ به خدا من خیلی نگرانم، ناراحتم، اینجام پیگیر هستم. دیروز که به هر جا تماس میگرفتم جواب نمیدادن. امروز زنگ زدم وزارت امور خارجه، موفق شدم و صحبت کردم. گفتن اینا که اینطور کردن به خودشون مربوطه، ما کاری نمیتونیم بکنیم و نمیدونم نباید این کارو میکردم، بدتر میشه وضعشون. اما زندانیان از روند قضایی بسیار طولانی و کند شکایت دارند. یکی از آنها به بی بی سی فارسی گفت که برگزاری دادگاه بارها به دلیل غیبت قاضی، مترجم یا دادستان به تعویق می افتد. همه اینا رو بچه‌ها خودشون با پول خودشون خریداری کردن. دو ساله که انتقال جلوشو بستن، حدود 9 ماه 8 ماه 9 ماه پیش یه کارگروهی از ایران اومد، قرار شد که بیاد این مشکل رو حل کنه که ما رو انتقال بدن به ایران. کارگروه اومد گفتش آقای دکتر فلاح، گفتن که به خود شخص ما گفتن که دو هفته دیگه شما انتقال میشین به ایران. الان 9 ماه داره میگذره، دوباره اومدن لیست دادن، لیست انتقال دادن، گروه اول، گروه دوم، نرف استادن، دوباره اومدن یه برگوهای اومد برای ما توی زندان که گفتن برگوها دیپورتی، شما قرار دیپورت بشین، زندانیان خارجی قرار دیپورت بشن، ما رو دیپورت هم نکردن. از خانم سارگسیان در مورد طولانی بودن روند استرداد مجرمان ایرانی به کشور خودشان پرسیدم. هر کشوری روند خودش رو داره. آشکار شدن جرم روند بسیار طولانی داره. برای مثال ممکنه شاهدها نباشن یا کمبود مدرک داشته باشن یا نیاز به حضور متخصص باشه تا جزئیات جرم رو مشخص کنه. به همین دلیل زمان میبره. زندانیان ایرانی میگویند که با گران شدن دلار، خانواده ها دیگر نمیتوانند از ایران برایشان کمک بفرستند و به دلیل مسافت طولانی و هزینه بالا آنها نمیتوانند خانواده هایشان را ببینند و اگر هم قرار است زندانی باشند، ترجیح میدهند در ایران زندان بروند. با این اوضاع وخیم دلار هم که پولی که برای خانواده ها، برای فرزندانشون، برای خانواده هاشون اینجا میزنن برای زندانی ها، این پولم چون دلار قابل توجهی بالا رفته، خیلی درام چنجش خیلی کم شده، هیچکی نمیتونه دیگه از پس مخارج خودش توی زندان هم حتی بر بیاد. زندانیان ایرانی میگویند به خاطر روند قضایی طولانی، احکام سنگین و نبود امکانات بهداشتی و قضایی، جانشان به لبشان رسیده. پرهام قبادی، بی بی سی. انیو موریکونه، آهنگساز مشهور ایتالیایی، در 91 سالگی درگذشت. او در دهه 60 میلادی به ویژه با ساخت موسیقی برای فیلم خوب بد زشت به شهرت رسید. انیو موریکونه در میان چندین جایزش دو اسکار هم داشت. او دومین اسکارش رو در سال 2016 برای موسیقی فیلم 8 نفرت انگیز ساخته کوئنتین تارانتینو دریافت کرد. او در زادگاه شهر روم ایتالیا درگذشت. گزارش لیزو مزینبار. Oh,
این موزیک تبدیل به نمادی از سبک سینمایی وسترن شده. داستان عجیبیه. من ساختن موسیقی رو از سن 6 سالگی شروع کردم. وقتی تعطیلات می‌رفتیم من می‌شستم و آهنگ می‌ساختم. این دوران شروع یک همکاری دیرپا هم بود. موریکونه در سمت راست و پسری به اسم سرجو لئونه در سمت چپ. وقتی لئونه بزرگ شد کارگردان فیلم‌های وسترن شد و موریکونه موزیکشون رو می‌ساخت. او بیش از 500 قطعه موسیقی برای فیلم و تلویزیون ساخت. موسیقی که او برای بی بی سی به عنوان موسیقی زندگی نامه دیوید لوید جورج تنظیم کرد بسیار معروف شد و پرفروش بود. در دهه 80 او از حجم کارش کم کرد ولی وسوسه شد که دوباره فعالیت‌های سابق را از سر بگیرد. محصول نهایی این کار او ترکیبی بود از سبک‌های مختلف موسیقی. موسیقی برای موریکونه به مثابه زندگی بود و شخصی ترین جلوه آن برای این فیلم بود. داستان مردی که اشتیاقش به فیلم از کودکی شروع شد. قصه عشق خود موریکونه با سینما پیوندی بود که یک عمر دوام آورد. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در سایت بی بی سی فارسی ببینید و همینطور روی کانال یوتیوب ما. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر دیدید. به بقیه هم توصیه کنید که تا آخر ببینن. سپاس.